تو فکر نمی کردم. یک روز در رادیو را گوش میکن، در موتر بودم، کسی پرسان کرد از امو خبرنگار، در امی روزه همون تو پرسان میکرد، یکی را گفت که تو میتونی بر ما بگویی که بسم الله الرحمن الرحیم در کدام جای قرآن کریم است؟ گوالا من نمیفهم. همه قاسان سوال باور بکن در کردن نتانست. دیگه یک نفر دیگر از پیش پرسان کرد، گفت تو میتونی که پیغمبر علیه السلام در چند سالگی مبعوث شد؟ ایره یکم گنگوره گنگوره گفت. یک دیگر پرسان کرد، گفت قرآن کریم چند صورت است؟ او برش گفت 140 صورت. باز میگید 114 نیست؟ گفت بخیانم که 114 است. اصلا ملتفت نشد. بنابراین ما شما یک بار باید فکر بکنیم، باید بی اندیشیم عزیزایم، داری باید دقیق بوده باشیم. امانت شامل همه چیز است. تنها ایره دوادایی حساب نکنه که یک شنر بر دادم ایره تو قایم نگاه بکنی، اگر نخوردی باید با تو امین است. با خودت خیانت نکن، امانت را باید رعایت بکنی. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید ادی الامانت الی من اؤتمنک ولا تخن من خانک. امانت بسپاس کسی که تو را امین پنداشته، و کسی که با تو خیانت هم کرد تو به امرش پس خیانت نکن. نمیدونی که تو غلطی بکن تو غلطی بکن. الله جل جلاله صفت به ما شما بدهد. و پیغمبر الاسلام میفرماید که اولین چیزی که از امتم برداشته می شود امانت است. در آخر زمان امانت برداشته می شود. بگردی 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 در صدها نفر یک نفر امین پیدا نمی کنی، یک نفر امین پیدا نمی کنی. و این امانت ها رو ما شما ببینی یک بار تجربه بکنیم. ما برای برادر میگم که گفت ما رو به کس نگوی، طاقتش نمی شود میگوید، در حقیقت خیانت میکنه. و پیغمبر الاسلام می فرمه که هرگاه کس امرایت گفت زد و این طرف و طرف دید، در حقیقت امانت به تو سپرد، ولو که با زبان برد نگفت که گفت به کس نگو، فقط این طرف و طرف دید، تو باید دیگه نگاهش کن. از امی فکر بکنن که ما چی حال داریم. سوم صفت یک مؤمن، یک انسان دیندار، حلم است. باید بسیار حلیم بوده باشد، بسیار متواضع باید بوده، حلیم باید باشد. الله می فرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. ای پیغمبر همیشه عفرا با خود بگی، بگی عفرا، کسی با تو غلطی میکن تو ببخشش. و امر بالعرف، به کارهای شایسته مردم را امر بکو. و اعرض عن الجاهلین، و از انسانهای جاهل و نادار کناره بگی. این پیغمبر خدا علیه السلام را میگوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه ان الله یحب الحلیم. الله حلیم دوست دارد، الله حلیم دوست داره. دیگه چه پیامبر علیه السلام میگه من حلم ساده. هر کسی که حلم را در خود گرفت و ای را در خود تقویت کرد، در حقیقت قیادت میکند و رهبری میکند. ببینیم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چقدر مورد شکنجه قرار گرفت. توهینش کرد، گفت ساحر استی، دروغگوی استی، فلانه هستی، دستانه، 20 نام سرش ماند. از او که نشد شکنجهش داد تا ای اندازه که چتلی را خود گردن مبارکش انداخت. با اندازه شد که مجبورش کرد که در شعب ابی طالب محصورش بکند. ای تو حالت محصور سرش قیدات را آورد که خانم مبارکش وفات کرد، کاکایش وفات کرد، روابط امرایش قطع بود، مجبور به این میشه که مکه مکرمه را ترک بکنه. و انگامی که در سر کو رسید، رو به طرف شهر مکه کرد، گفت مکه دوستت دارم، اگر قومت مرا بیرون نمیکرد مرگز از تو بیرون نمیشد. بعد از او که بیرون برآمدن، کاکایش حضرت حمزه را به شهادت رساندن، چقدر صحابه به شهادت رسیدن، چقدر جنایت کردن علیه پیامبر علیه السلام. و انگامی که مکه مکرمه را فتح میکند، همگی میلرزد، گالی با ما چی معامله خواهد کرد. و پیغمبر علیه السلام برش میگه انتم طلقا، همتان بخشیدم، همتان بخشیدم.